بازم سلام مجدد، به امید از اینکه تا این لحظه از برنامه ای صبح و زندگی خوشتان آمده بوده باشه و ما هم آمده ایم به یکی از مکتبای دولتی به مکتب سلطان رضیه و می خواهیم که همراه چند نفر متعلم گپ بزنیم، متعلمای دختر. خوشتان در این شب روز شما می فهمین آمد آمد عید است و آخرین روزهای ماه مبارک رمضان است، کاربار خانه خیلی زیاد میشه. از گذشته ها عرف عنعنات مردم افغانستان است که نزدیک عید و نوروز میشه اینا شروع میکنن به بعضی کارهایی که در خانه خیلی زیاد مهم است، خصوصا خانه تکانی میکنن و بعضی کارهای زنانه ای دیگه است که از خود زنای آینده افغانستان پرسان نکنیم و ببینیم چی گفتنی دارن در این مورد. از خورد شروع میکنیم. میشه استاد چوین سلام، صبحتان بخیر، خدا معرفی کنیم. سلام، صبح شما بخیر. الله سلطانی هستم از مکتب لیسی علی سلطان رضیه و همچنان ای که عید سعید فطر در حال رسیدن است و تمام مردم افغانستان از این تجلیل میکنن و طبعا که در تمام خانه ها نکار میباشه و مردم پاکاری میکنن و خانه های خود پاک میکنن برای از اینکه عید سعید فطر میایه و همچنان مهمان ها میایه و میرن به مهمانی. از این خاطر و همچنان از اینکه ما مکتب میایم در پهلوی از کار خانه را نیز انجام میدیم، توسط یک پلان منظم و تقسیم اوقات کاری ما میتونیم تمام کار خود انجام بدیم سر وقتش و همچنان پهلوی از میتونیم درسای مکتب خودم بخونیم و به درسای مکتب خودم آمادگی بگیریم. هیچ به ما وقت ندادن که من گپ بزنم یا سوال دیگه بکنم. خب بفرمایید، این سوال دارین. حالا هیچ چیز نمون، من چی بپرسم؟ اما یک مسئله دیگه از گفتی که شما هم کارخانه میکنید. بله. اما هیچ اعتبار من نمیه. چرا نمیه؟ شما این قیاه کسی. خود دیگه. خب مثلا یک توشک کی برداشت میتونه میتونین؟ خب بازم اگر ما نتونیم یک کارای سنگین انجام بدیم، بازم دست مادر خود خسوک میکنیم، در پلیش کار خانه رو انجام میتیم و درس مکتب خودم میخونیم. خب چند نمره هستین؟ من خودم اول نمره هستم. صحیح سم نارم خویا و میزحمات است که خچو چماندی؟ شاید. بون خیر آخر نمره شوی یا یکم که جان بگی. خود دیگه آینده ما مهم است، بازم درس ما مهم است که باید درس ما بخونیم. آینده ما را مهم است چون درس چیز است که آینده ما را قرار باشه درس بخونی 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 در فکر آینده باشی، قدر بانی یک شمال تیز شما میبرید. خب خیر است دیگه، قبول دارم. تشکر. تشکر از شما، زنده باشید. بیننده برنامه صبح و زندگی هستین، مکتب سلطان رضیه هستم و گزارش ما به گونه زنده از این مکتب جریان داره. شما همچنان بیننده هستین و ببینیم که شما گپ میزنید. شما یکتان خواستید چوین. سلام، صبحتان بخیر و خدا معرفی بکنین. سلام، صبح شما بخیر. سهر عبادی هستم از مکتب سلطان رضیه سنف 12. 12 در زمان ما الف و ب بود. حالا خب زمان پیش رفت. خب شما هم کار میکنین در خانه؟ بله، 100% کار میکنم. چه کارا رو زیاد میکنین؟ خب تمام کارهای خانه رو میکنم. در کدام کارا خیلی لایق هستین؟ زیادتر در پختن غذا. پختن غذا؟ اما مثلا نشه که میگن کار مساله میکنم؟ نه قصد. حالا که مرچ و مساله زیاد شده، سابقه ای گپا نبود. نمیم. کل زورشان هم یک پیاز و بانجان بود. بله، همه درست. یک چیز دیگه هم خودت گفتی که کار خانه میکنین. اما زنای سابق که بود که استادا یک تعدادشان از اون زنای قدیم هستن و قدرم قدیم نیستن، خب بازم خیر، حداقل کسایی که یک 15-20 سال پیشتر عروسی کردن اونا واقعا میتونن اگر مهمان بیاید 50 نفر هم بیاید در 3-4 ساعت میتونن برشان غذا آماده کنن. اما دخترای شرایط وقت عروسی میکنن میگن که خیلی بیکار است. راست است؟ نه خیر، نه راست نیست. این گپ واقعیت نداره. همه دخترها کاری هستن، کار کردن میتونن. این یک گپ است که مردم که شایعات کردن. آمادگیتون به خاطر هیچ چی است؟ به خاطر هیچ. خب آمادگی زیاد داریم، پاکاری های خانه است، سودا است، کل چیزها را تمام کردیم. شما باور دارم بختر که میتونین، زور و بازویتان زیاده. بله. تشکر. قابلش نیست. بیننده برنامه صبح و زندگی هستین. یک نفر دیگه هم میخوایم امروی ما گپ بزنه، ببینیم چی میگن. استاد شوین، صحبتان بخیر، خدا معرفی کنین. بنام خدا، صبح شما هم بخیر. مهدی غفارزاده است، متعلم صنف 12 لیسی عالی سلطان رضیه. مهدی هستین یا مهدیه؟ مهدیه. نه خیلی مهدی هستین، من فکر میکنم. چی معنا مهدیه؟ رهنما. رهنما، آفرین تان. چند سال دارین؟ من فعلا 17. خب
بیاین یک پیام بگوین به تمام دخترهایی که امی لحظه برنامه ما را میبینن، چی گفتنی دارین؟ با تمام دخترها یا همسلان خود ازشان این برشان یک گپ میزنم که یعنی یک هدف برشان باشه، یک پیام، همگیشان با هم دست داده اتفاق بین یک دیگر داشته باشن، نجات پرستی را از هم دیگر از بین ببرن، به یک دیگر دوست داشته باشن، بخواهن و به خاطر از این کشور دست با هم داده و بخواهن به خاطر صلح که در سر تا سر کشور بیاید با هم اتحاد داشته باشن و هم یک دیگر را کمک کنن و از نژاد پرستی دور کنن. آفرین، بسیار زیاد تشکر. تشکر از شما. چیزی که خیلی جالب بود گفت نژاد پرستی نکنین. ما وقت گزارش ما خیلی زیاد کم است. اگر نیم امی خواستم نظر از دخترها را داشته باشم در رابطه با رویا و بگویم که او خو بیکاره است، همگی خبر داره از این گپ. ما همین موضوع را از طریق برنامه صبح زندگی بارها گفتیم، او یک کمک بیکار است که نظر از اینا چی بوده او مورد. اما وقت نداریم، اما وعده میتیم که روزای دیگه باز پرسان میکنیم در این مورد. بین که بریم یک میان برنامه کوتاه بگیریم و یکی که پس از میان برنامه هرچی در مورد میگه بانین که بگویم.